بسم الله الرحمن الرحیم با نام و یادو آغاز می که آرامش بخش قلب ها و جان هست سلام علیکم دستگلی از احترام و ادب به رسم پیشکشی تقدیم یکایک که شما همراهان نازنین تلویزیون جهانی هادی بسیار خوش آمدین به همراهی یکی دیگر از سلسله برنامه های به وقت بیداری که امشب هم در ادامه موضوع برنامه های قبل در یک شنبه شبها بخواهیم بخش دیگری از مهارت های زندگی را با همراهی شما بزرگواران دنبال کنیم با افتخار برنامه امشب با همراهی شما بزرگواران بنده میزبان جناب استاد موسوی هستم سلام علیکم استاد بسیار خوش آمدید و علیکم سلام خدمت شما و همه بینندگان عزیز هم عرض درود و سلام داریم در خدمت سلامت باشین استاد چند هفته هست که به صورت وار موضوع بسیار جذاب و در این حال بسیار مهم مهارت زندگی در ادامه مباحث حقوق خانواده از نگاه والا و بسیار نورانی حضرت مرسل سجاد علیه و با حضور ارزشمند شما استاد گرامی شروع کردیم و پی گرفتیم و رسیدیم به مهارت ایجاد آرامش در محیط خانه مهارت نهم عزیزان حتما دنبال کننده هستن و میدانن که چه گفتگوهایی انجام شده و انشالله منتظرن که ادامه فرمایشات از اطالی را انشالله بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی اللہ علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائه معداء الله اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین همونطوری که شرف فرمودید زندگی مشترک مخصوصا در عصر حاضر واقعا آرامشی در این زندگی پیشرفت زندگی مشترک نیازی به یک سلسله تکنیک ها و مهارت هایی داره که اگر ما اینها رو بلد نباشیم در دوران تجرد و قبل از ازدواج در دوره یاد نگرفته باشیم آموزش ندیده باشیم یا پدر و مادر ما برای ما آموزش نداده باشد بلد نباشیم قطعا در زندگی دچار سختی ها و مشکلات فراوان میشه بله. در زندگی مشترک خب اینا در متون دینی ما وجود داره در دین ما آمده در روایات ما در قرآن کریم در فرمایشات بزرگان چقدر خوبه که ما خود را بینیازی از تعلیم نبینیم در روایت داریم که اگر کسی احساس کند که دیگه نیاز به یاد گرفتن ندارد او اول جهل و نادانی طرف جهل در اینجا به معنای بیعقلیه معنای نادانی و عدم علم هم نیست عدم عقله یعنی اول بیعقلی انسان اینه که انسان خیال کنه که نیاز ندارد دیگه چیزی یاد بگیره پیامبر اسلام که پیغمبر بود به جبرئیل میگفت ازنی این مطالبی که عرض می شود هم جنبه آموزشی دارد که ما از قرآن و روایات می گیریم و هم جنبه تذکر و موعظه داره برای همه ماها لذا ضرورت داره لازمه که حتما انشالله با دقت بیشتری گوش بدیم و دل بدیم به این مباحث تا انشاءالله برای ما مفید واقع بشه فرمودین ما نه مهارت از مهارت های زندگی رو تا حالا ذکر کردیم بله بله عزیزان اگر بحث های قبل میخواین نگاه بکنن خوب در فضای مجازی موجوده لذا ما تکرار نمی کنیم نهمین نه مهارت از مهارت های زندگی حفظ آرامش در خانواده بود اهمیت حفظ آرامش در خانواده رو ما در جلسه قبل اشاره کردیم گفتیم اه اهمیت حفظ آرامش در خانواده از این جهت که آرامش در جامعه متوقف بر آرامش در خانواده است باله, باله. آرامش در خانواده بستر تربیت صحیح فرزندان رو فراهم میکنه آرامش در خانواده سبب میشود که استعدادها به خلاقیت های بالفعل اعضای خانواده بالقوه اعضای خانواده بالفعل بشه یعنی اونایی که استعدادی دارن خلاقیتی دارن میتوانند در عرصه های مختلف پیشرفت بکند اگر در یک خانواده ناهنجار و به هم ریخته باشه هر لحظه در اون خانواده نزاع و اختلاف و دعوا و سر و صدا باشد آرامش وجود نداشته باشد این استعدادها این خلاقیت ها به فعلیت نمیرسه اینا به کمال نمیرسه بروز و ظهور پیدا نمیکنه در جا از بین میره خفه میشه پس آرامش در خانواده بسیار اهمیت دارد از این جهت که ارس کنم که در قرآن کریم در روایات هم ارس کردیم که فلسفه تشکیل زندگی مشترک رو رسیدن به همین آرامش میداند و این آرامش را مقدمه برای محبت و مودت بین زن و شوهر بله اینا رو توضیح دادیم بعد نکته بعدی در این مورد بود که چی چیزهایی سبب می شود که ما آرامش بیشتری در زندگی داشته باشیم عوامل حفظ آرامش در زندگی مشترک یکی از اون چیزها و عوامل که سبب می شود ما آرامش واقعی بیشتر در زندگی داشته باشیم یاد خداوند متعال بود که علا به ذکر الله تطمئن القلوب در آیات نورانی قرآن کریم هست که خداوند متعال روز قیامت بعضی ها رو نابینا و کور محشور میکنه اونا عرض میکنن که رب لما حشرتن اعما و قد كنت بصیرا خدایا چرا من کور و نابینا محشور شدم من که بینا بودم در جواب اونها گفته میشود که کذالک اتت که آیاتنا آیاتنا ها فکذالک الیوم تنسا اول این آیه اینه که و من اعرض عن ذکری فان لهم معیشه زنکا و نحشره یوم القیامت اعما کسی که از یاد خدا غافل شود زندگی سخت و پر از گرفتاری در همین دنیا خدا برای او قرار میده و من اعرض عن ذکری فان لهم معیشه زنکا و نحشره یوم القیامت اعما روز قیامتم کور محشور میشه اونجا میگه خدا چرا منو کور محشور کردی در جواب میشنود که تو آیات و نشانه های هدایت ما رو در دنیا دیدی اونا رو نادیده گرفتی خودت به کوری زدی در این دنیا هم کور مشهور میشه حقیقتی تو اینجا از کنم که ظهور بروز پیدا کرده یوم یعنی تو بلست راید. این یکی از عوامل بود که میتوانست آرامش واقعی رو در زندگی تضمین کنه اینی که من تاکید میکنم واقعی گاهی وقت ممکنه یک کس یک موسیقی غنایی هم بگذاره بلد، بلد. یا یک سیگاری یا یک مواد مخدری استفاده بکنه لحظات آرامش پیدا کنه او آرامش نیست اول ابتلا و گرفتاریه آرامش واقعی نیست آرامش واقعی در سایه ذکر خدا تسلیم در مقابل دستورات الهی و با خدا بودن خلاصه حاصل میشه و این یک اوقات ما جوانترها لحظات خوشی که با همسرمان در خانه میگذرانیم این به عنوان آرامش در خانه تعبیر میکنیم و در واقع احساس میکنیم که شاید همین لحظات خوش همی بگو بخند ها بله هم، همین ها شاید آرامش اینا زمینه آرامش واقعی بله. رو فراهم می بله. اینا گاه وقت محصول یک آرامش ممتدی است که در زندگی وجود داشته الحمدلله خوبه این بله گاه وقت عرض کردیم به لحو لعب انسان خیال میکنه بله. که آرامش بله. این اشتباه این یک دلیل یک راه بود برای حفظ آرامش یکی دیگر از راهها که بسیار مهم است و ما, ما امشب ان اگر وقت اختضا بکند این رو توضیح کامل خواهیم داد عبارت است از پیروی نکردن از راهنمایه های دخالت آمیز دیگران یعنی چی خلاصش اینه که آقا کاری بکنیم که در زندگی راه دخالت کردن دیگران رو مسدود بکنیم نگذاریم در زندگی ما دیگران دخالت بکنه دخالت منظور از دخالت... نزدیکترین بله. خواهد. مقصود از دخالت چیه در اینجا مقصود از دخالت این است که افراد بیان در رابطه با زندگی ما تصمیم بگیرند یا ما را وادار بکنند به گرفتن یک تصمیمی که به مسئلهت زندگی ما نیست یا برای ما خوشایند نیست دخالت بکنه حالا در مورد دخالت کردن توضیحی وجود داره که عرض میکنیم که در چی موارد ما دخالت میدانیم در چه موارد راهنمایی میدانیم اینا رو توضیح عرض میکنیم ببینید مقصود ما این است به صورت روشن که گاه وقت طرف نه در یک مسئله تخصصی دارد نه تجربه دارد و نه علم و آگاهی به صورت کاف، کافی و کامل در اون مسئله در زندگی طرف میاد یک عرض کنم که خلال ایجاد میکن دخالت میکن مثلا اینجا مثالی که میزنم را از دقت کنن دو وقت بله. یک مردی با یک زنی مثلا ازدواج کرد یک آقای یک خانم ازدواج کرد این خانم از شرایط شغلی شوهرش رضایت نداره بعد میاد به پدر و مادرش میگه که خب شما نمیدونید که به شوهر من سه ساعت دیرتر از دیگران خانه میاد پدر مثلا ساعت چهار بعد ظهر میاد این مثلا ساعت هفت بعد ظهر میرسه بعد نمیدونید که چقدر من اذیت میشم وقتی که این شوهرم نیست در خانه تنها اینجا مادر اگر مادر هوشیار و زرنگ و مؤمنی باشه در جواب به این دخترش میگه بابا با این وضعیت اقتصادی خدا خیر بده شوهر شما رو که میره سر کار بله. کار میکنه بله. اشکالی نداره دو ساعت سه ساعت دیرتر میاد چیز مهمی نیست تو این دو سه ساعتی که دیر میاد ما اون خلأ رو برای شما پر میکنیم بهت زنگ میزنیم میایم رفت و انجام, انجام, انجام میدیم بله. یا کارهای عقب موندهت انجام بدی هزار تا راهنمای دیگه میتونه بکنه اما اگر نه زرنگ نباشه متدین نباشه میگه ای سه ساعت دیرتر میاد ما دختر دادیم که او مثلا ببره اونجا زندانی بکنه حبس بکنه یعنی چی به شوهرت بگو که حتما شغلش عوض کن بابا این شغلش عوض کنه اولا که شغل گیر اون نمیاد بله. بنده خدا در همین رشته تخصص داره و این شغل پیدا کرد ثالثا این بنده خدا خودش باید تصمیم بگیره که چیکار باید بکنه یه میاد میگه نباید شغل رو عوض کنه خب میگه اگر نکرد چی میگه اگه شغلش عوض نکرد یک چند روز باش قهر کن یک چند روز غذا درست نکن لباساش نشور مثلا میگم از حرفش گوش نکن تمکین نکن خب این میشه دخالت دقیقا در این مثال توضیح دادیم خب این خانم چیکار میکنه از خانه پدر مادرش که برگشت شوهرش سه ساعت بعد میاد دیگه بلد. آمده ناراحت نشسته او کنار شوهرش آمده نه چایی داده نه سلام میکرد نه استقبالی رفته میگه خب خانم چه خبره ما که تالا سر کار بودیم میگه خب بله شما باید سر کار باشید تو زن میخواست چیکار کنی تو برو با همون کارت مثلا خوشحال باش روح مرد بیچاره هیچ چیز برو خوش بگذران با همون رفیقات سر کار تو کارت برات مهمه از این حرفا این میشه آغاز یک ناراحتی عمیق بله. درگیری و دعوا و فرو آرامش در خانواده بسیار تشکر با شما خواهیم بود ادامه بس جذاب و همراه عزیزانی که انشالله برنامه دنبال میکنه ایشان. سلامت باشید همچنان در خدمت شما بزرگواران هستیم تشکر میکنیم از همکاران عزیزمان به این میان برنامه که بسیار هم مناسب بود با موضوع برنامه امشب مثبت 964 780 255 413 در اختیار شما ایزان هست همونطور که عزیز دل ما با نمبر مثبت 93 77 شماره آخر 7041 با این شماره با این نمبر در ارتباط بودن و سوال شری داشتن که کارشناس محترم احکام به ایشان پاسخ دادن شما هم از همین روش و از همین راه ارتباطی استفاده کنید ما دوست داریم که پیام های بسیار با ارزش شما عزیزان به ما برسه و ما را مورد لطف خودتان قرار بدید جناب استاد در خدمت شما هستم بسم الله الرحمن الرحیم عرض می که یکی از عواملی که آرامش در زندگی و خانواده رو به هم می‌ریزد دخالت‌های بیجای جای دیگران منظور از دیگران اطرافیان بله اعم از پدر و مادر و خواهر و برادر زن یا پدر و مادر و خواهر برادر شوهر فرق نمیکنه یعنی برادر زن دخالت میکنه خواهر زن دخالت میکنه مادر زن دخالت میکنه و عرض کنم که این مادر زن نبترن. مادر زن حالا به اصطلاح ما مادر زن بله. مادر شوهر مادر شوهر دخالت میکنه اینا دیگه دخالت های هستی در زندگی معمولا وجود داره خب اینا اولادشون دوست دارن دیگه بله احسن. احسن بر شما گاه وقت منشه این دخالت ها دلسوزی طرف گاه وقت مثلا حسادته گاه وقت دشمنیه گاه وقت انتقامه اینا رو باید در نظر بگیره خب اگر پدر و مادر و اطرافیان نزدیک به خاطر دلسوزی به این زوج جوان مخصوصا که تجربه کافی ندارند دخالت میکنن آیا این دخالت دخالت خوبیه یا دخالت بدی اینو ما عرض میکنیم که باید ببینید در چی مو موردی هست و در کجا در مثل اون مثال که قبلا زدیم که مادر مثلا به این دخترش یاد میده که اگر شوهرت شغل خودش رو عوض نکرد و سه ساعت که دیرتر میاد اون رو درست نکرد و سر موعد مثلا خانه نرسید باش قهر کن باش دعوا کن تمکین نکن نمیدونم زندگی رو به هم بریز این قطعا دخالت منفیه گاه وقتم دخالت به این شکل خب مثلا اینا دو نفر با هم ازدواج کردن ای شوهر این خانوم که تازه با هم ازدواج کردن دنبال یک شغل خوب میگن بله بله خب پدر خانم یک شغل خوبی سراغ داره میاد راهنمایی میکنه میگه به نظر من یک شغل ایجوری هم هست اگر شما در اون شغل مهارتی داری میتوانی اونجا ایفای نقش بکنی، ما میتونیم برای شما جای باز کنیم و میتونید در اون شغل مشغول شوید این دخالت نیست دیگه این دیگه همون لطف احسانه منظور از دخالت روشنه که چیه خود خانواده همه هم, هم میدانن بعد حالا در روایات ما و آموزه های دینی این بحث دخالت در زندگی دیگران از دو جهت مورد بحث قرار گرفته مورد عنایت و توجه قرار گرفت قبل از اینکه دو جهت بفهمید. فقط یک جمله گاهی اوقات مثلا مرد خانه برمیگرده حالا در آخر روز کاری و احساس میکنه که خانم اخلاقش عوض شده و اولین جمله‌ای که میگه که خیلی جمله خوبی هم نیست ای است که باز هم مادرت آمده بود یا باز هم خواهرت زنگ زده بود به تو این ای... رو دیگه باید برطرف این نتیجه کنه. همین دخالت‌های بله. بله دخالت دیده در زندگیش اما تا زمانی که یقین نکرده که دخالت صورت گرفته باید از اون مهارت‌هایی که قبل گفته شده بله. استفاده کنه بله. که پرهیز از بدبینی و سوی زن بود بله. تا زمانی که یقین نداره نباید بگردن این طرف بگذاره و اتفاقا خیلی هم سبب رنجش خاطر عمیق میشه این که مثلا زن بنده خدا اولا که برخوردش شاید به خاطر خستگی بله. کار خانه ها. شاید به خاطر یک عوامل دیگریه که ناراحتش کرده دقیقا به خاطر نیست که پدر مادرش دخالت کرده پس ما پیش داوری نباید بکنیم بله. این یک نکته بعد در روایات ما وقت روی سخن با طرفی است با کسی است که در زندگی دیگران دخالت میکنه حالا انگیزه دخالتش مثلا یک انگیزه منفی هست نه انگیزه مثبتی انتقام جویی دشمنی یا عرض کنم که دخالت های حسادت از باب حسادت یا راهنمایی مخصوصی بکنه ولی تخصصی نداشته زندگی مم. طرف رو خراب کرده گاهی وقت روی سخن با های. گاهی وقتا نه روی سخن و بس با افرادیه که در زندگی اونها دخالت انجام شده پس ما دو تا بحث داریم بحث اول در مورد کسانی که در زندگی دیگران دخالت میکنه اینا باید توجه کنن شاید هم خود ما یک وقتی بله در معرض این کار قرار بگیریم مثلا فرزندان ما رو داماد کردیم یک وقت احساس میکنیم که الان دیگه غریب و تنها افتاده الان زمانی که ما ورود پیدا کنیم باید یاد خودمون بیاریم باید نجاتش بدیم که این روایات چی میگه نجات به چیه گاهی وقت طرف میاد میگه که بابا این زندگی اینا زندگی بشو نیست به تعبیرم. دیگه این به درد نمیخوره تصمیم میگیرد که این دو نفر را هم دیگه جدا بکنه یا حرفهایی میزند راهنمای های اشتباهی انجام میده که سبب جدایی بین دو نفر میشه یا حداقلش سبب میشه که ناراحتی ایجاد شود ببینید روایات در این زمینه چقدر اینو مذمت کرده چقدر بد گفته من اولین روایت رو که انتخاب کردم از وجود نازنین و مقدس آقا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر اسلام می‌فرماید که حواس همه شما جمع بشه من فرق بین امراه و زوجها کان علیه غضب الله کسی که بین زن و مردی با دخالت های بیجا جدایی بندازه این جدایی هم واقعا پیش میاد خیلی از زندگی ها هست که به صرف همین دخالت پدر و مادرها اطرافیان از هم میپوشه یا واقعا طلاق می شود و اینا از همدیگر جدا میشن یا مثلا حداقل طلاق عاطفی پیش میاد بله. دیگه اینا همدیگر رو دوست ندارند برای همدیگر اظهار محبت نمیکنن فداکاری و ایثار ندارن حضرت میفرماید نمی نمیکنه کسی که این تفریقه رو ایجاد بکنه خداوند بر او فرد که تفریقه ایجاد کرده غضب میکنه و لعنته فی الدنیا و لعنه فی الدنیا و الاخره مورد لعنت خداست در دنیا و آخرت و کان حقا علی الله بر خدا این حق ثابت میشه که این فرد را زیر هزار هزار کوه از آتش در جهنم قرار بده هزار هزار یک میلیون کوه از آتش رو سر ای و سخره از آتش رو سر ای بریزه ای چه گناهی داره چقدر این گناه بزرگه بابا این آمده یک زندگی را از هم پاشنده یک زن و شوهر نسبت به همدیگر دشمن کرده مقدسترین نهاد خداوند احسن باعت. مقدس بیتی که در اسلام باعت. بیتی که در او تزویج انجام شده رو ای از بین برده باعت. لذا خداوند متعال می فرماید ای خدای حق رو داره که الف الف یعنی هزار هزار یک میلیون سخره از آتش رو رو سر این فرد بریزه این روایت چقدر مهم بوده و بعد میفرماید که اگه کسی بگه بابا ما که دخالت کردیم ولی خب اینا زندگیش به هم نخورده پس ما مشمول این حدیث نیستیم میفرماید و من مشا فی فساد ما بینه ما ولم یفرق اما کسی که دخالت کرده اولی تفریقه و افتراق و جدایی و طلاق واقع نشده اینم از عذاب خدا در امان نیست کان فی سخط الله و لعنته فی دنیا الاخره این در دنیا و آخرت از رحمت خدا محرومه اونجا میلیون میلیون عذاب روی سرش میریخت و آتش اینجا میفرماید از رحمت خدا محرومه بعد و هر من نظر و الاوجه این دیگه یک تعبیری است که مرحوم شیخ صدوق در عقاب الاعمال آورده بعد میفرم و هر من نظر و الاوجه یعنی طوری میشه که این آقا از رحمت های خاص الهی محروم میشه یا اگر معنی دیگری بکنیم و حرم و نظر و یعنی این دیگه شایسته نگاه ملاطفت آمیز نیست عجب. اینجوری وضعیت پیدا میکنه امام صادق علیه السلام فرمود سه گروه هستن که اینا وارد بهش نمیشه عزیزان دقت کنید اینا حدیثه یک نقل تاریخی نیست که ما بگیم الان گفتن از کجا معلوم امام میفرماید امام معصوم میفرماید صفا کن لدما گروه اولی که وارد بهش نمیشن کسانی که خون خونریزی کردن در این دنیا آدم کشتن گروه دوم میفرماید ولا مود الخمر کسی که عادت به نوشیدن مشروبات حرام دارد یعنی شرب خمر میکنه شراب میخوره میکن. اینم روی بهش رو نمیبینه ولا مشاء بنمیم همین طور کسی که بیاد سخنچینی کنه بیاد بین زن و مردی رو به هم بزنه بین دو نفر دوست رو به هم بزنه این روایت پیامبر اسلام فرمودن که وقت منو به معراج برد ببین دغدغه های پیغمبر چی بوده در معراج هم دغدغه پیغمبر نجات امت پیغمبره که مبادا خدای کرده اینا جهنمی بشن میگه یک جای از جهنم منو بردن برای من امت از من رو نشان داد که جهنمی بود اونجا زنانی رو دیدم که خیلی عذاب دردناکی داشتن و من به گریه افتادم از این عذاب خب این عذاب چی بوده؟ میفرماید که رعی و دیدم بعضی از زنان رو که مسخ شدن ما داریم اینو در قرآن هم داریم کون و کونو خیردتن خاص این مسخ یعنی انسان تبدیل بشه به یک حیوان مثلا ناپسندی چجوری شده بود؟ میگه من دیدم بعضی از این زنان رو دیدم که سرشون سر خوک بود ولی بقیه اندام اندام خر چقدر زشت و زننده بعد فقط به همین اکتفا نشده بود و علیها الف و الف لون من العذاب هزار هزار نو از انواع عذاب مختلف به اینا وارد می شود بله بالله اینجا پیامبر اسلام می که توجه کردم که گناه اینا چی بوده حضرت می فرماید. گناهش این بود که فا اینها کاند نمامتون کذابه اینا زنانی بود که سخنچینی میکردن بین زن و مردی رو به هم میزد دروغ میبافتن دروغ میگفتن با دروغ بین زن و مردی رو به هم میزدن که الان حکایات در این زمین زیاده ما چون بحثمون بحث علمیه بحث کاربردی هست دیگه ما وارد حکایت در این زمینه نمیشیم ببینید این روایت بله. ما وقت حدیث داریم که منشه وحیانی دارد دیگه دلمون آرام میگیره میگیم یا رسول الله اگرچه که من نسبت به کار عروسم ناراضی بودم میخواستم یک حرف بگم که شوهرش یعنی فرزند من حال اون عروس من رو بگیره به خاطر یه حرف شما نمیگم اگرچی که من نسبت به دامادم یک حقد و داشتم فلان جا مثلا بله. احترامی نگذاشت برام دستی نبوسید و خلاصه جلوی پای ما بلند نشد ولی بله به زنش چیزی نمیگم به خاطر که اگر من بگم دعوا میشه بینشون و مشمول این روایت شما میشه بله این یک حدیث بسیار تشکر است در بخش سوم ان شاء الله ادامه فرمایشات شما هست سلام هیچ خانواده کامل نیست ما بحث میکنیم گاهی اوقات شاید با هم قهر هم بکنیم اما یادمان نمی رود که در زیر سایه لطف خداوند همدیگر را دوست داریم با شما هستیم هستیم تقدیم درود و احترام مجدد به یکایک که شما گل رویان، شما مهربانانی که همچنان همراهی کننده به وقت بیداری از تلویزیون جهانی هادی هستید من وظیفه خود می دانم در این فرصتی که در ابتدای بخش سوم به بنده اختصاصی یافته یک نمبر دیگر از نمبر ارتبو... که شما ایزان با برنامه خودتان در ارتباط بودین بخوان مثبت 93 70 آخر 15 0 ۷. ایشان از برنامه های تلویزیون جهانی هادی تشکری داشتن ما هم از این بزرگوار و همه شما همراهان بسیار محترم تشکر میکنیم ما را در فضای مجازی دنبال کنید همونطور که استاد محترم در ابتدای بخش اول فرمودند شما میتوانید از طریق آپارات فیسبوک اینستاگرام و یوتیوب به یکایی یک که برنامه های به وقت بیداری دسترسی پیدا کنید موضوعات انشالله سرچ بکنید و به عزیزان و اطرافیان خودتان که علاقه مندند و خدای ناکرده دچار مشکلات خانوادگی هستند هم پیشنهاد بتین تا این برنامه ها را ببینند و انشالله چراغ راهی باشه برای حل مشکلاتشان با شما عزیزان هستیم از عزیزان همراهی از عزیزان همکارمان در تا فرمان هم تشکر میکنیم جناب استاد شما بسم الله الرحمن الرحیم و به این عرض کردیم که کسانی که در زندگی دیگران دخالت دارن و سبب به هم ریختن آرامش خانواده اونها و زندگیشان میشن از نظر دین بسیار مذمت شد هم در روایات که خدمت شما در بخش قبل خاندیم بله. و همچنین در قرآن کریم خداوند متعال در آیه دوازده از سوره مبارکه حجرات ماها را منع کرده از اینکه در زندگی دیگران تجسس بکنیم تجسس یعنی بریم ببینیم چه اتفاقی در زندگی اینا افتاده چه کارهایی انجام دادن چه کارهایی انجام ندادن از کجاها میشه بر علیه استفاده کرد این میشه تجسس قرآن کریم میفرماید که یا ای اهل آمنو، اشتنی با کثیر من زن ان بعض زن اثم بعد در همون ادامه میفرماید که لا یقتب بعضکم بعضو بلا تجسس و بلا یختب بعض کن بعضی. یعنی تجسس نکنید در زندگی یک دیگر کسی که در زندگی دیگران دخالت میکند چون حرفی رو که زده دخالتی رو که کرده میخواد مستندسازی سازی بکنه لزوما میره در زندگی مردم سرک میکشه بله، دخالت بله. و تجسس میکنه که ببینه واقعا و حرفی رو که من گفتم میشه از زندگی رو پیدا کرد یا نه و این در حقیقت حد که مستورات الهیه یعنی چی شاید متوجه نشه بعضی ها یعنی خداوند متعال حریم خصوصی هر فردی را بهش احترام قائله محترم دانسته و مهم تلقی کرده و دیگران رو نگذاشته اجازه نداده که در داخل حریم خصوصی افراد بدون اجازهش بشه از مستورات چیزی که خداوند با ستاریت خودش پوشانده از دیگران ما حق نداریم اینو بیاریم برملا کنیم بله و بله شده به این که مثلا اون از عیوب و نواقص یک زن داره به شوهرش بگیم یا از شوهر او مثلا عیب و نقص سراغ داریم به زنش بگیم یا از زندگی او بیاریم برای دیگران تعریف کنیم که سبب نزاع شود ما در متون اخلاقی خودمون داریم که این مستورات این حریم خصوصی افراد جزء مواردی است که خداوند متعال نسبت به اون خیلی غیرت دارد بله تعصب داره و شدیدا نهی کرده یک روایت را از پیامبر اسلام خدمتتون میخوانم بینندگان عزیز دقت کنید چقدر زیباست در این روایت رسول مکرم اسلام میفرماید که هیچ کسی حق ندارد مسلمان را خار کند تحقیر کند در زندگی او دخالت بکند ای و نقص او را برملا بسازه اما به این زبانی که من به ای بیانی که من گفتم نمیفرماید بیانش یک کم سنگین تره جدی تره میفرماید یا معشر من اسلم بلسانه ولم یخلص الایمان فی قلبه اینو من شاید در 20 تا کتاب شاید اگر اغراق نکنم دیدم در 20 منبع منابع مختلف ولم یخلص الایمان فی قلبه ولم یدخل الایمان فی قلبه داریم تعبیرات مختلف ای کسانی که به زبان مسلمان شدید ولی ایمان داخل در قلب شما نشده قلب شما مالا مال از ایمان نیست خوب میگه گوش کنید چی؟ لا تظم المسلمین مذمت نکنید سرزنش نکنید مسلمانان رو تحقیر نکنید با رفتارتون با گفتارتون ولا تتبعوا اوراتهم دنبال عیبیابی دنبال کشف نقص و بدی از زندگی مسلمانان نباشید چرا فانه فا من تتبع اوراتهم تتبع الله عورته. کسی که دنبال این باشه که عیب و نقصی از مسلمانان رو به دست بیاره و او رو برملا بکند خداوند متعال دنبال عیب و نقص خود اون فرد میفته عیب و نقص خود او رو برملا میکنه این روایت ها بعد میفرماید و من تتبع الله عورته یفزح ولو فی بیته کسی رو که خدا بخواد مفتزه و رسوا کند چنان مفتزه و رسوا میشه که دیگه نمیشه جمعش کرد بعد تعبیر مهم اینه که حضرت میفرماید این مفتزه و رسوا شدن این فرد متوقف بر این نیست که در کوچه و بازار کسی باشد برای خودش و آبروش برده و یک موقعیت اجتماعی خاصی داشته باشه نه حتی اگه بره داخل خانه خودش پناه ببره درم بر روی خودش ببنده این یک زنی یک زن خانداری خدا هم داخل خانهش این مفتزه و رسوا میکنه چرا؟ چون این رفته در زندگی دیگران دخالت کرده شما میدونید دلندگان عزیز گاهی وقت یک زندگی به طلاق میرسه یک خانواده از هم میپاشه چرا چون عمه ای مثلا خانم اومد دخالت کرد به این شوهر خانم گفته تو خوب ازدواج کردی حالا ان شاءالله مبارکه ولی که قبلا این خانم شما رو فلانی هم دوست داشت خب دوست داشته که دوست داشت همین حرفی که میگه اینو یک دخالت بیجا بعد الان هم که میبینی خیلی به شما مثلا این زنیت رغبت نداره چون یک رسوبات از عشق و محبت فلانی در دلش هست و چقدر تأثیر گذاره خیلی تأثیر گذاره و این من الکلام الا سهرون همینجا جا پیدا میکنه یعنی گاه وقت با سهر و جادو یک زندگی ممکن است هم بپاشه ولی گاه وقت این کلمات از سهر و جادو هم بدتره بله. مخصوصا هم اگر شوهری مثلا یک آدم با غیرت باشه تعصب نسبت به این داشته مهم الهی یعنی نعمتی که خدا بهش داده این زن داشته باشه خب میاد به هم میریزه میگه من تمام زندگی خودم بله. رو خودم رو به پای این زن اختم. بعد بعدی کس دیگری دوست داره یا کس دیگری برای این مثلا سر دست و پا میشکنه چرا اینجوریه دعوا درست میشه بله این دخالت های بیجاست لذا میفرماید اگه کسی در صدد این باشد که عیب و نقص دیگران رو برملا کند خدا هم عیب و نقص خود اون فرد رو برملا میکنه بله. کن. این یک بخشی از کلام و از کنم بیان در مورد دخالت دیگران در زندگی افراد که مربوط میشد به افرادی که دخالت میکنند یا قصد دارند دخالت بکنند بله، بله. که ما این روایت رو خواندیم که انشاءالله درسی باشد برای هممون و یک وقت خدایی نکرده در زندگی دیگران دخالت نکنیم بسیار مفید بود استاد ما حدودا چهار دقیقه بله. دقیقه در خدمت شما بله. یک بخش دیگر این بحث مربوط میشود به کسانی که در زندگی او دخالت میشود که ای برای ما مهمه خیلی وقتا هست ما در زندگی هیچ کسی دخالت نمی کنیم ولی مکرر در زندگی ما دخالت میشه توسط بله، دیگران بله. اینجا باید چه کار بکنیم چه مهارتی از مهارت های زندگی اینجا به درد میخوره در اینجا میفرماید من خیلی خلاصه از میکنم کنم احتمالا تتمه این بحث برای جلسه بعد یکی از راهکارهایی که در اینجا وجود دارد که ما جلوی دخالت دیگران رو می توانیم بگیریم این است که یک حریمی برای زندگی شخصی خانوادگی خودمون تعریف کنیم به این معنا که بعضی ها با اینه که ازدواج کرده اند اما انگار تمام اطرافیان برای این فرد محرمه بله بله و تمام ریز و درشت و حوادث و اتفاقات و همه کارهایی که در زندگی این فرد اتفاق میفته رو باید دیگران بدانند و نسبت به هر کدوم اونها اظهار نظری بکنند رد یا تایید بفرمایند اینجوری خیال میکنه بله بله. در نتیجه کوچکترین کاری که در زندگی شخصیشون اتفاق میفته به دیگران اطلاع میده اگر یک گروه مثلا فرض کنید که در فضای مجازی گروه بهمید، خانوادگی بهمید. داره فرض کنید الان صبح آمدن یک چایی دم کردن و با هم جستن و خوردن بعد از کجا خریده چند خریده چند نخریده دیدی اینا رو الان بهمید، بهمید. توی استوری میکنن این میذارن توی گروه خانوادگی بعد مادر این شوهر میبینه ا ما وقتی چای پسر پسرم رو از فلان جای چای خوش میخرید ای الان هفته از فلان جا سفارش داده خریده ای فلان زعفران هم خریده به او قاطی کرده چیکار کرده از اینا ناراحت میشه بعد تر سبب میشه که بیاد دخالت کن میگه خیلی خوب تو که قبلان قبلا هم گفتی که من فقط فلان بازار رو بلدم چطور شده الان میری از اونجا خرید میکنی مثلا یا فلان لباس فلان مبلغ خریده سری استوریش میکنه مثلا در فضای مجازی که ما این لباس خریدیم یا برای بچه‌مون دوچرخه خریدیم یا برای خودمون ماشین عوض کردیم اینا رو وقتی انجام میدین اولا که خیلی نهی شده و خاطر اینکه مخالف با مسلحت زندگی شماست بله. ما معتقدیم که چشم زخم چشم شور وجود داره بله چشم مخورید غیر از این که سبب برانگیخته شدن حسادت ها و حساسیت هایی میشین که مردم و دیگران در زندگی شما به خودشون جرأت میده دخالت بکنه و زندگیتون رو خدای نکرد دوچار چالش بکنه بله بسیار تشکر استاد ما حدودا یک دقیقه طبعاً دیگر طبعاً. هم در خدمت شما هستیم حالا باید, باید بکنیم جملات پایینی از جملات همین قسمت می‌خوام عرض کنم بهترین کار اینه که ما توجه بکنیم به این که چرا ازدواج کردیم ازدواج کردیم که یک زندگی مستقل دیگری را پای ریزی کنیم بله. که ارکان اون زندگی مشترک یعنی پدر و مادر اونجا وجود دارد فرزندان که فروعات و گلهای اون زندگی وجود داره اینا قرارن در کنار یک دیگر با آرامش به کمال برسه خب ما نفهمیدیم اونایی که حریم خصوصی داره زندگی خودشون ندارن یعنی نفهمیدن که بابا اصلا فلسفه ازدواج اینه که یک زندگی جدای دیگری اینا ایجاد کنه بله. که لازمش اینه که باید یک حریمی داشته باشه یک حصاری داشته باشه بله. استقلالش میرسیم یک حصاری داشته باشه که دیگران ورود پیدا نکنه سرک نکشه خب بهترین کاری که میشه در این زمینه انجام داد اینه که ما اول باید توجه کنیم که اون چیزی که به مسلحت زندگی مشترک ما نیست بیرون از زندگی مشترک ما درز نکن بیرون از زندگی مشترک ما نرود حتی برای پدر و مادر پدر و مادر زنگ میزنه حال دخترش حال پسرش میپرسه چطوری امروز خوب بودی سر حال خوشحالی خب از همینجا شروع کنه خب خوشحاله ولی خوبی عروسی که شما برای ما آوردی دیگه چندان به طبع ما نبود چرا فلان کار رو انجام داد این کار رو میخواستیم انجام نداد نمیدونم لباسای ما رو دیر آماده کرد یک مقدار کارم دیر شد ما به خاطر این عصبونیم خب این سبب میشود که هم آرامش خانواده اصلی یعنی پدر و مادر به هم بریزه خانواده خودشون به همین شکل لذا باید این دقت کرد که در زندگی مشترک یک حریمی دور زندگی مشترک خودمون داشته باشیم نگذاریم هر کسی خواسته یا نخواسته در زندگی ما ورود پیدا بکند و برای ما تصمیم بگیره بسیار تشکر تلاش مورد ستایش از اتالی در این چند برنامه و این برنامه حتما مورد نظر عزیزان هم هست ان که همه ما دعا کنیم که خانواده های ما به دور از هر گونه تنش به دور از هر گونه اختلاف و تفرقه باشه ان شاء الله در خدمت شما خواهیم بود در برنامه باید. سلامت شما عزیزان که ما را تا نقطه پایانی برنامه شب دنبال کردین از یکایی که شما هم تشکر میکنیم و در این هوای سرد و سوزناک روزهای آخر پاییز که خبر از آمدن زمستان می دهد. امیدواریم که تنور خانه گرم نانتان پر از عشق و انشاءالله زندگی پر از آرامش باشه همه شما را به خداوند بزرگ و منان من می سپاریم تا دیدار بعد یا حق <applause>